درنو خوږو لیدونکو هیله ده چې جوړ روغ او خوشاله راته اوسئ. هیله ده چې د صحت په جامو کې اوسئ. بیا هم د سپوږمۍ د خپرونې وار راورسېده. زه او حشمت جان د اوس لپاره ستاسو په چوپړ کې. حشمت جان ستړی مه شئ، ښه راغلاست پروګرام ته. سلامت اوسئ، ډېره زیاته مننه. ته څنګه یې؟ والا شکر د ښه یم. من به نوبه خود سلامای خود تقدیم میکنم. خدا کنه که جور و صحتمند باشید. فرشته جان امروز یک کم اوضاعش خوب نیست، به خاطر که دوزادوزی بسیار زیاد شده. ای که تو از موتر تلفن در دستت می باشه و چور میکنن و میبرن، امروز این قضیه سر خودت هم شده. خب خیر، اوس می جړه اوس می جړه بیرازی نن می ډیر جړل دی. نو واقعا داسې واقعې راځي. نو نن زمان هم دا واقع ما سره نن وشوله چې موبایل زما د لاس نه وی وړو، حتی په موټر کې زه په منځ کې ناست وم، دې خوم خوارخونده ناست وم، مغز نه رانه وی وړ. نو خیر ژاړم به نه، اوس بېرته بې خبرې نه کړو چې بېرته ماته ژړا راځي. برو خوب شد که امی که خودت صحتمند هستی. یک نفر دیگر دوزا گیر کرده بود، پیسیش هم گرفته بود، موبایلش هم گرفته بود. بیچاره پیسه و موبایل کلش کجیده بود، دوزار داده بود، گفته بود اینه باز دیگه صدا کرده بود اینا لک دو چاقو هم بزنش که در خانه بی غیرت معلوم نشه. خوب شد که خیلی چیزی نه اون موبایل که تنها برد. خیره امید که روزش برسه که امنیت صحیح شوه، که تو موبایل خود دست خدا لگشانده نمیتونیم که یک جای اگر بانیم هم گم نشه. انشالله خدای میره وانه دی. نو تره تو وای چنن په پروگرام کې څه په خیس چې نن خو غواړم چې دال چمتو کم. دال دال چلاو، یعنی سپین اوریج یا چلاو هم ور سره چمتو کم. دال په خوله خو ډیر اسانه ده. بیا لومړی باید پیاز ټوټه کو، دیګه کې واچو، کله کله لږ سرسوه دی کی، بیا لږ زرچوبه پکیا چو، روب پکیا چو، رومیان هم غته خستای سو، تازه مرچ او غ اترک دا هم پکیا واچو. کله چې دا خ کورما په شکل جوړ اسو، اغه نو روستا دال پکیا چو، لږ ګرمه یا ترمی او به پکیا و به تو چو، دیګه سر بند کو، ډیر تف وایت ور نه کو، ډیر لږ تف یا د یو تف چې مو ور کړل د غاز باید بند کو، دا غسی کیدو تر هغه چې دا دال خ پسایی تو که نرم هستیم. دیر که و دال چلاو چه دیر آسانه طریقه ایم دا او کولیشی تاسوی پا کورو که چم توگی ام دا سه دال خوړل دیر صحت تم فایده لری کنه. دال نخو دی سر لوبیا دا شاین کولیشی استفاده که یا دی لپاره چه صحت منده و سی او کولیشی نوٹی که اینو زانو سره. نو درانو دوستانو منگ سره نن بخبرونه که میلمنه دا خو حشمت جانه، باید پوښتنه وکړم چې حشمت جانه دغه د دال چلاو و فرمایش میلمنې در کړی که نه؟ ته په خپل سر نن دال چلاو چمتو کوې؟ نه، فرمایش خو نه در کړې. ما او راځه چې ځینې خپرونه کې دال پخو کو، سبزیجات نه ګټه واخلو، دې د خاطره چې هر خپرونه کې غوښه، یعنی کله چې میلمه ته میلمانه پوښتنه کوو وایي قابلي راته جوړ کړه، یا کباب فرمایش کې، یا ډېری کسان یا قبلی یا د بریانی دیره کسان فرمایش ده که توله که غوخه سو ما رازه چه او صبح پروانه که دست یا او پلان وینه سو چه دال جوڑه که گای وقت نخواد لوبیا کچالو زین وقتون پیاوه. ده ملمانه پزرون ندی نو که ده ملمانه ده خوخ نی نو واقعا دخت تا دیر بد کار کی زی که چه تا پخپل سر لگیه و آخره کم دست یو چه تیاره چه اگه ده میلمانی خواه نیم. نه خب یاد دست یو خبر ده چه کچالو می رواره ده دست ده پاره ده دیده خاطره چه چپز پاره که کلا میلم خوب پل چه میلمانه را تاول چه دال خورای نسوم یا نخورم یا وریج نخورم بیا کواشو چه جر دستی چپ جوڑا کو چپ سوار سوک کری بخصوص انجونه انجونه چه کور تا کلا لارش یا پا کور کی نو چه وریج یا هر چه چونه خو خیگی نو بیای فکر ترش و کچالو کور کشتا رزا چه چپ سوک دا کیگی کنو خا نو کارت دوام ورکا او هشمجان زونن در سرم رست او کما نه نن خود دیر آسانه ده دال پخاول دیر آسانه ده کم خبروانه که لک مشکله و بیاغه که در توایم ها دیر خیم نو درانو دوستان اونن ما سر درانا ملمانه آغل سمیرا رسا ده کاروالی ویانده چه دیر کم وقتی گی ده کاروالی ویانده شوی ده نو رازی چه دوی سر خبری و کچه نوی کار ده تنگ پایل که او نوی کار تنگ ده ورتاوس تیر کارونه چه و پا تیر کارو بیم خبری که و پا شخصی جون بیم هم خبری که و زه آغل رسا تا بل نور کمه چه داشت خبروانی
اغل رسا ستړي مشي خو راغلاس پروګرام ته مننه سلام تاسو ته او همدارنګ تاسو محترم لیدونکو ته او خاغلی نومي احمد جان ته هیله لرم چې خبرنامی ولرو همدارنګ لیدونکو ته هم دا برنامه جلب تمام سلامت او سړي رضا ته مننه اغلی رسا په لومړی کې چې زمونږ خبرون ته میلمانه راځي بیا غوښنه مونږ پوښتنه کوو چې هغه چای سکي او بوت سکي که انرژي سکي د دې لپاره چې نن خو خواړه هم ساس په خوښه نه دي دال چلاو هاشمن جان چمتو کوي حداقل دغه نوشیدنی چې ورته وایي هغه خو ساس په خوښه واوسي زما اوبه خوښېږي اوبه که شین چای راوړي نه نه اوبه ښه دي هاشمن جان یو ګلاس اوبه راوړه اوبه خاصه ده په سترګو نو اغلی رسا خبرې ډېرې دي را به شو ستاسو د ماشومتوب نه د ماشومتوب نه به پیل وکړو چې ستاسو ماشومتوب څنګه و په ماشومتوب کې څه رقم یوه نجلۍ وې یوه شوخه نجلۍ وې که یوه عاجزه نجلۍ وې نه زما ماشومتوب ډېر جالبه ده ځکه چې همداسې چې اوس یم هماغه وخت هم همداسې وم او داسې وه چې نه شوخه یم او نه هم عاجزه لږ جنګره یم هماغه وخت هم همداسې وم اوس هم همداسې یم په ځینو خبرو کې ډېر حساسه یم او په هغه وخت کې بیا ډېر جنګره کېږم او بله یو ډېر عادي یم هماغه وخت کې زما مور هم وایي چې همداسې عادي وي کله چې زما ورور او نور څوک زما دغه د ماشومتوب او هغه شیانو چې زه هغه سره لوبې کولی وم هغه چې زما ورور واخیستل بیا زه خفه کېدل او بیا یې جنګ میکړېده اوس هم همداسې حساسه یم اوس هم په ځینو شیانو کې همداسې حساسه یم نو په ماشومتوب کې د په کوڅو کې ماشومان نه وهل یا هم د نور همسایګانو د څورتوی کړکیګانو شیشې ماتولې که نه نه داسې خو کړی نه یم خوردی ما زیادتر در داخل خانه بوده به خاطر از اینکه مادر ما هیچ خوش نداشت که ما بیرون از خانه بریم یعنی هر قدر بازی میکردیم یا ساتری هم میکردیم در داخل خانه میکردیم و ما چون دیگه دختر نبود در بین خانه ما برادرایم بودن بچه ها بودن کاکایم بودن یعنی کل ساتری ما فقط با برادر و کاکایم اینا با بچه ها بود به خاطر از اینکه من اولین دختر خانواده هستم البته که به خاطر از اینکه کاکایم که مثلا از خانم قبلی پدر کلان ما بودن اونا دختر داشتن ولی از خانم دومشان که پدر ما بوده باز اینا دختر نداشتن کلش بچه بوده یعنی کاکای ما مایم همیش خانهشان پسر به دنیا آمده بود و وقتی که من دختر به دنیا آمده بودم در خانه از یه بسیار یک جشن کلان بوده که اولین بار یک دختر خانم یک دختر بود حیخن از زنه هم میکنه چه غط ایده ده ماشم توب پا دوران که و بخصوص ده زوانه پا دوران که ووز خو هر ناسم چه که اغم چلی پا کور او امغا عدد روز از ما پسر که پاتی ده پا دفتر که پا کور که پا تورنه نکی او زمان دوستان ترمنز امغا یو عدد می زمان پسر تروس ده او اغا تغییر کړی نه دی په ټولو شیانو کې ډېر حساسه یم همهغه نازولتوب ده نو نو هغه د ماشومتوب نه سړی دغه حالتو سره عادت وي هغه بیا ډېر سخت دی چې دغه ځینې عادتونه انسان له ځانه لرې کړي په کور کې هر چا سره داسې یو پارټنر وي داسې یو څوک وي چې هغې سره هر راز نیاز یم هغه نفر سره وي او هغه ورته ډېر ګران وي ستاسو په کور کې تا ته داسې نږدې څوک دی اگرچه در خانه ما کل ما خیلی رفیقانه زندگی میکنیم و برادر، پدر، مادر یعنی هیچ حس نمی کنم که حداقل برادرم است یا خواهرم است یا پدرم است یا مادرم به خاطر از اینکه ما اونمو زندگی رفیقانه را از خردی بر ما آموختن و تا حالا اونم قسم هستیم حتی گاهی اوقات امو حس رابطه خانوادگی بین ما نمی باشه از اینکه صمیمی می باشیم ولی بازم یک خواهر ما که همیشه امراش یعنی امراز نیاز ما با هم دیگر است زهرا جان اونا قاضی هستند در ولایت پروان باز با او خیلی راحت هستم یعنی خیلی چیزایی را که به هیچ کسی گفته نمیتونم باز به او گفته میتونم یعنی هیچ چیز بین ما ایتر نیست که ما بگویم یعنی از این کار ما او خبر نیست نو هغه امراض ده او هغه ما
ډیر هم راځه دغه زما ټول ورور خور مور ملګرتیا زمونږ په منځ کې شته دي خو یو څوک شته دي چې هغه خاص دي او مونږ کولی شو چې ټول هغه رازونه او هغه کارونه چې نور چاته نشي ویلي هغه ته ووایو او زما خور هم هغه ده نو هغه کس چې د چمراز وي بیا هغې ته کله کله سړی تونده خبره هم نشي کوی مخالفت هم ورسره نشي کوی ځکه چې ټول راز دی سړی ورسره یي که نه ښه په کور کې یوازینۍ نجلۍ وې یعنې په ماشومتوب کې اوله نجلۍ وې هلکان ډېر وو په کورنۍ کې مو دا راته وایي چې په دومره نازولتوب باندې بیا هم د کور کار یې در باندې کړی د کور کار دې زده کړی که نه لک لک می زده ده خو اشپزی می هیچ زده نده متاسفانه په ماشومتوب کې یو څه به پخه کړی وم خو اوس زما مصرفیتونه هم ډېر ده زما علاقه هم کم دي او زما لاس هم مزه نه لري نو نو کوم کار کې ښایي د کور کوم کار دې زده ده لک لک دغه پاکاري چې کوم هماغه پاکاري کوم یو اونۍ پاتې نه شیشه یې نه لرو زمونږ په بلاک کې هلته شیشه نشته همداسې د کور صفا کاري پاکاري کوم تر اوسه مې نه دی کړی نو کله چې ما نوکان ته وکتل زه پوه شوم چې کالي دې نه دي مینځلې ځکه چې هغه نجونې چې کالي مینځي د هغوی نوکان ماتېږي یا هم خرابېږي وخت هم نه لرو له سهار نه چې راوځو تر شپې پورې همدغه په کارونه کې مصروفه یو نو په کور کې وخت نه لرو چې کار وکړو نو سړی چې نازدانه وي سړی چې په کور کې یو وي بیا هغې فایده هم دی چې د کور کار به څوک نه کوي قرار راحت پخوا یو وم اوس یو نه اوس هغه وخت همغه نازدانګي پاتې ده تر اوسه زه به دغه ځای جارو کړم که تاسو اجازه وي څه خبر ده اوس دلته خپرونه شروع ده اوس څه کوې جارو کوې ښه ګوره چې جارو کوم که نه د ښاروالۍ جارو کشم اوهو د ښاروالۍ جارو کش نو څه کوې دا ځایونه خو زمونږ پاک دي که زه میلمه نه وم بیا هغه جارو کړم اون هلته میلمه نه ناست ته جارو کوې خدا خو ته پوه شه دا خو هېڅ نه پوهېږې ګوره دا جارو کشي چې ده دغه کوم چارواکي چې کوم ځای ته سي که نه مخکې نه مخکې هغه ځایونه باید زه ټول صفا کړم خو دا تا به مخکې نه صفا کړې اوس چې زمونږ مېلمانه راغلي خو دا اوس زه خبر نه وم هلته لږ ویده وم بیا مې دا ځای جارو کړو که نه زه وایم چې همداسې ویده یې چې اوس دا ځای جارو کړو دا زموږ وظیفه ده خو خلک خپله وظیفه په وخت باندې اجرا کوي او زه دغه ماینتوب هم ډېر خراب کړی یم دغه شکیم ډېر خراب کړی یم او د ما چورت نه وي بس پرشته جانې بس ای بس دغه ځای نه پاتې وي او زه د ښاروالۍ جارو کشم په خپل جارو کشي باندې زه افتخار کوم دا وطن ما پورې حق لري چې زه دا ځای نه ټولو منظم وساتم او کومه ورځ دا ښایسته جلۍ تېره شي بل ښایسته جلۍ تېره شي که نه بیا دغه دا ځای چې چټل وي که نه بد کړي بد کړي زه باید دغه ځای نه ټول په دې باندې داول پوه شوی چې دغه ځای نه چې سړی تېرېږي چې یا دا ځای خیرن وي بد کړي باید په وخت باندې راشه خپله وظیفه اجرا کړي نو ته ولې په خوب کې پاتې کېږې ولې چې کله وظیفې ته راځي ماینتوب قصې دې باید په کور کې پرېږدې خو دا څه وکړم مجبوري ده مجبوري ده غریبی که خلق مینم کوي ګوره او دا په غریبی کې مینا کوي او غریبی که غریب سره مینا لري کنه هغه سره لري او دا خونه ده چې دا او ست دا زنه مجار کو ست پرې ده جارو یې سالته بیرته کې د ترشن نن اش مستر رکت مرسته وکه بعد دې نه چې ملمنه د ملمنه قدر عزت وشو ملمنه ډوډۍ خوړه لاړ لبه بعد دې نه رش د زنه جارو په دوه سترګو څنګه نه زه خو تاسو نو کاری ما دلته بس چا ته ته چې ته چا نو کاری تا فیل کو دلته فیل کو ها هاش مجانا بله هاش بتر کې راشه تر برسته باید وګی کنه ونو کم کار کی اشپزی کی پخلی کی اشپزی خو کومره څه کوي نه سي خو در رومیان خړای سي رومیان لګ دی را دا دا یو کار د پرشته جانې دا یو کار دا چې رومي وخوري ډوډۍ وخوري دا هم دا یو کار دا دا یو لوی کار دا لوی کار دا بوتل ته به ځای خیره کنه دا هم باید خپل ځای کړي دا یو کار دا کار دا خو سم کار نه دا سم کار نه دی چې سم کارو هغه تاسو په وخت باندې کړی نو دې ځای جوړ کولو ها نو درنو لیدونکو مونږ یو د اغلې رسا سره په خبرونه کې د اغلې رسا د ژوند په اړه او د کارو په اړه بلا هم خبرې کوو خو اوس بلا ټول لنډې دمې ته بعد دمې نه بهتره کېږي
دونکو بیا هم خیر اغلاس پوگمه پرگرام ده و اغلی رسان ما سر پخبروانه که ده اغلی رسان زمانگا پا طولنه که دیره دست خبری دیشی سرای کلا همور سر مخامخ کیگی جگرخونه کیگی دی جگرخونه احساس کهی یا بعضی بیا گورو پا دی حالات که دست زینی کارونه دی چه زمانگا زوانان تر سره کهی چه آقا سرای گوری خوشحاله کیگی دی اغیب پا لیدو بانه سری تا یو دی امیدواره احساس ورکول کیگی نو ستا پاند تا چه کلا بیرون اوزی دی کورنا داسی چی دی چه تا هغی تا گوری دی اغی پلی دو دی خوشحاله احساس که او داسی چی دی چه تا هغی تا گوری ناومیده کیگه جگرخونه کیگه اغا ورز دکنه کیگه خیلی زیاد موارد است که اگه آدم ببینه مطمئنم که آدم جگرخون میشه ولی بر بعضی چیزا آدم زیاد جگرخون میشه به خاطر از اینکه اگر سر از او کارا سرمایه گذاری شوه یا سر از او افراد مطمئنن که ما یک تغییر کلان را میتونیم داشته باشیم بدون از اینکه مثلا فقر آدم میبینه مشکلات را مردم هم میبینه جگرخون کننده است ولی بیشترین چیزی را که من بسیار در قسمتش حساس هستم وقتی که یک خانم بیرون میشه و مدید بد مردم را نسبت به او میبینم قضاوت نادرست مردم را نسبت به اونا میبینم محکمه صحرایی که توسط از او خانما میشن را میبینم ای بر من غیر قابل تحمل است یعنی واقعا موردی که من را جگرخون میسازه در حالی که من یک کمی فیصدی حس بیتفاوتی من زیادتر است ولی در قسمت هیچ نمیتونم راحت باشم و واقعا من را جگرخون میسازه چیزی که من را خوش میسازه وقتی که من میبینم که حداقل شاهد رشد خانما می باشم شاهد توجه جوانان بر ظرفیت سازی ایشان می باشم مثلا وقتی که به طرف مکتب اینا را می بینم میرن وقتی که به طرف پنتون می بینم وقتی پیش روی کتابخانه می بینم وقتی تلاششان می بینم این مواردی است که باز مرا بسیار زیاد خوش می سازم دیر خیر دیر زیاد مننه او اغلی رسا تاسو خوست پم دیر طولنه که کار که یا در اتوی چه اوس محل د میرمنو لپاره د کار کول په ټولنه کې څومره اسانه شوې دی او د خپل ځان نه راتووایا آیا اوس هم په دې ټولنه کې چې ته کار کوي د محدودیتونو احساس کوي کنه کوي بله از محدودیتو که آدم چشم پوشی کردن نمیتونه و مطمئنن چون ما در یک کشور بیشتر سنتی و کمتر اسلامگرا زندگی میکنیم به دلیل از اینکه اونا حتی حقای اساسی و شرعی را که بر ما شریعت داده و به اساس شریعت ما باید به او حقوق خود برسیم همون هم وقتی که خانما میخواین به حقوق خود برسن مطمئنن متاسفانه بعضی از نابرابری ها را و محدودیت ها را در برابر خود میبینه اما از پیشرفت های زنا هم ما چشم پوشی کرده نمیتونیم حضور زنان در رسانه ها مشارکت سیاسیشان حضورشان در جامعه مدنی توانمندیشان ظرفیت سازی هیچ وقتی نمیتونه یک مواردی باشه که ما از چشم پوشی بکنیم اما از محدودیت ها و موانعی هم که بوده تا هنوز هم ما متاسفانه با او روبرو هستیم و در جایی که کار میکنیم در جایی که میریم در جایی که زندگی میکنیم سلسله محدودیت هایی است که ما نباید تو رو به اساس زندگی شهری قضاوت بکنیم اما هستن متاسفانه زیادترش در ولایت ها و کمترش در داخل مرکز که کل ما و شما با او روبرو هستیم نو انشالله چه دغه محدودیتونه لمنځه لاړ شي او دغه نجونې دغه پیغلې او دغه ښځې میرمنې ټولې راشي کار وکړي او دغه په دغه زمینه کې چې دغه ښځې راځي کار کوي د هیڅ محدودیت احساس ونه کړي او په خپل زړه باندې دنه ترسره کړي یو مثال ته به راشو یو مثال به یاد کړو چې یو څه موده مخکې په ښاروالۍ کې یو موضوع پیدا شوې وه د ښاروال صاحب په تړاو باندې وه چې په همغه وخت کې بیا تاسو راغلی خپله دنده مو د ویاندې په توګه پیل کړله دا راته ووایي چې هغه وخت کې یا اوس هم آیا د منفي نظریاتو سره مخامخ یاستئ که نه چې مثلا ځینې کسان درته وایي چې ولې دې په دغه وخت کې دلته دنده پیل کړه ولې دې پیل کړله یعنې دا ځای ستا ارزښت نه لري ته باید دلته دنده ونه کړې دا دغه نظریات سره مخې که نه دا ډېر ښه موضوع ده چې تاسو اشاره وکړ ما وقتی که در شاروالی کابل آمدم تقریبا دو ماه میشه و بیشتر از دو ماه که ما با شاروالی کابل همکاری دارم یک چیزی را میخوایم یاد بکنم که ما سخنگوی فرد نیستم ما سخنگوی یک ارگان کلانی هستم که بر مردم خدمت میکنه خدمات را بر مردم مهیا میسازه
من سخنگوی یا نماینده او فردی هستم که در کوچه ها جارو میکنه. من نماینده او فردی هستم که باید زحمات از او را با مردم شریک بسازم که دیگرا شبانه میرن در خانه های خود میخوابن ولی اونا شبا سرکا و جوچه ها را پاک میکنن. من نماینده او کسایی هستم که همگی نان میخوره، غذا میخوره، پوست شده بیرون مندازه. در خانه هر قدر کثافات و زباله های میداشته باشن بر روی سرک ها مندازن و اینا میرن او را جمع میکنن. من نماینده از اونا هستم و من سخنگویی و نمایندگی از او افراد میکنم، نه از فرد خاص. مطمئنا بک‌گراند کاری من بر همگی واضح هست که من از صنف 12 با رسانه ها همکار بودیم در برنامه های خبری و همچنان برنامه های سیاسی مجری بودیم، خبر برنامه ساز بودیم، خبر جور کردیم، گزارشگر بودیم. من استاد پوهنتون هستم و در پوهنتون خصوصی من ژورنالیسم درس میتام. من لیسانسم از ژورنالیسم پوهنتون کابل گرفتیم، ماستری خود را در رشته حقوق گرفتیم. در پهلوی ازو من شاروالی اولین ماموریت من نبوده، قبلا من سخنگوی فیفا بودیم، قبل ازو در وزارت زنا در بخش مشاوریت کار کردیم، در کمیسیون حقوق بشر مسئول بخش رسانه‌ایش بودیم. یعنی من استپ با استپ آمدیم و تا اینجا رسیدیم. مطمئنا شاید اگر من میخواستم جای دیگه هم میتونستم رفتم، ولی یک چیزی که من شاروالی را انتخاب کردم این بوده که من بیشتر بتانم با مردم فقیر روبرو باشم، بیشتر بتانم در بین اجتماع باشم و هیچ مورد دیگه جز مورد اداری که من پروسه انترویو خود را طی کردیم و ایره میتونن که کلگی شاید باشه و در داخل شاروالی کابل همه گیره شاید هستن که من 4 بار انترویو دادم، چی از لحاظ لسان بوده، چی از لحاظ ظرفیت بوده، چه امتحان تحریری بوده، تقریری بوده. موین صاحبا حضور داشتن، مشاورین حضور داشتن. جناب شاروال صاحب در آخرین انترویو ما که انترویو نهایی ما بود اونا حضور داشتن و او هم به تنهایی نه، موین صاحبا اوجه حضور داشتن، همگی بودن. یعنی ما یک پروسه اصلاحات اداری و اداری را طی کردیم که تا اینجا رسیدیم. یک مردم چه قضاوت میکنن، من به قضاوتشان احترام دارم، ولی یک چیز را باید بگیم که زندگی شخصی افراد را خواهشان و لطفاً با زندگی کاری کارمندان و همچنان زندگی کاری خودشان رب ندهند. ای که هر کس در زندگی شخصی خود چی مسیر را پی میکنه او بحث جداست، ولی کسایی که کار میکنه هیچ وقت قربانی دسیسه های نادرست نباید شود که او هم در حد یک شایع بود و تا هنوز هیچ ارگان رسمی تایید نکردش. دیر از زیاد مننه تاسو ده خدای امروز تل موفق و کامیاب لری و همیشه خوشحال اوسی. ها اوس بل تاسو سره گیمو لوبو از من پرپرونه که گیمونه هم شدی نو چه مگورو سنگه سی پا گیمو که پا گیمو که هیس گیم می نخوا خیگی از ما پا موبایل که هم هیس گیم نشته. نه نن دی موبایل گیم نده، نده نن گیمونه مونگه تا سو آسانه کرد دیر آسان آسانه گیمونه دی نو خیر یار به اولو بو او بای گورو شیست از خوخی که نخوخی بعد لو با اولو با بیا رازی مهربانی اوکی هشمه جان بله اجوسار تو طرف بان خب ایره اینجا بان رازی رازی لطو درگی اغل رسان دا 15 بوتل دی خب تاسو باید دا بوتلو نم بسی واچو بید رو بسی واچو کی گی؟ لکه کش یه چای با بکن یه چای با بکن خواه دستی با؟ و دستی زی دو رزا فکر نکم چی بیتا بود رگی دستی باید بود رگی خواه بناشو خواه دو پینزه دانه ایدی؟ پینزه دانه ایدی یا اونه یا با بود رگی انشالله چی با بود رگی انشالله دادا داود ریدا ډیر ښه ها بل مسر کې دادا دام نیمه او درې مکمل نیمه مکمل نو ښه دا دا کارونه نیمه پاتې کیږي زه دا خو به شو نه درې دا اخري دام کیږي دام کیږي مې ربا دادا دام نیمه او درې تقریبا دوه دانې او درې ها ډیر ښه مخ کې لاړې ډیر ښه نه و نو هو یو دانې ودرېده زموږ خپلوان ته ځینې کسان راغلي چې یو دانې نه شوی درولی نو او دوه چانس موږ ورکړې دي په یو چانس کې یو دانه صحیح ده بس یو دانه چې ودرې بېخي صحیح ده ما چانس ښه دی نه تا چانس ښه ده داسې مېلمانه راغلي چې یو نه ده درولی مهرباني خپل ځای ته مهرباني وکړئ تاسو هاشمه جان تاسو وکړو ښه زه وکړم لږ
وریجی پیدام کیده او دال هم په بخار کیده بخار کیده بله که سر وجی که مخلص چوی کنه ها حشمه جانه بله دمه تلاش تیاری کنه انشاءالله تیاری گو نو درنو لدون کو حشمه جان وای چې خواړه تقریبا چمتو دي نو موږ لاړ شو دمې ته بعد دمې نه چې بیرته راګرځو خواړه به هم وګورو چې څنګه چمتو شوي که نه تاسو هم لاړ شو یو ګلاس شین چای وڅکئ موږ راځو هم خیر اغلاست دلی مشایی اغل رسا ما سر پخبروانه که دا نو بسر که یو هشمه جانم پخبروانه که دی نو دوی هم پخبل کار بانی مصروفه دی والا که چه پخصه که نه کار ما کهو خواه اغل رسا داره توی چه واده مو کرده کنه نه ولی بس وقت می پیدا کنی نوی چی در اغل فکر بکم نو وقت هم نده پیدا کرده کله مو په فکر کړی دی چې ذکر چا سره واده کوم هغه باید داسې خصوصیات ولري مثلا جیم ته باید لاړ شي ښه باډي باید ولري ویښتۍ ښه باید واوسي چې مثلا که دې سن هر څومره غټېږي ډېرېږي ویښتۍ توی نه شي ویښتۍ باید همداسې منظمه واوسي یا هم ډیمپل چې ورته وایي دلته یو چې قورېږي هغه باید په مخ کې ولري دا شیان باندې فکر کړی که نه نه زه فکر کوم چې زما واده باید د منطق پر اساس وي که واده د منطق پر اساس وي نو هغه موفق به وي انشاءالله که د منطق پر اساس نه وي دغه ظاهري اوصافو په اساس وي نو خامخا مشکل پیدا کیږي ځکه چې موږ هماهنګي بیا نه لرو یو مشکل به پیدا کیږي همدغه یو جمله بس ده چې د منطق پر اساس یعنی هغه رسا وایي چې قد اندام سنسال اصلا هیڅ مهمه نه دي نو ځینې نجونې دي لکه موږ نجونو غوندې نه ما چې منطق وویل نو هغه سال دا انجینر وي سال د ما رقم کادي وي څه رقم نه خو هغه ویل چې هر څه باید تحصیلات هم نو حتما باید ښه تحصیلات ولري نو څوک چې تحصیل ونه کړي منطق صحیح نه اوسي همدا همداسې یو خبر ده بس صحیح ده زه یعنې زه نه یم کې زه نه یم کې اغل رسا موږ نجونې چې یو بیا دا فکر لرو له ځانه سره چې موږ چا سره واده کوو زموږ خاوند باید څهره باړي هر څه ښه منظم واوسي چې کله د یو خوارخوندې سره مقابل کیږو د هغې خوارخوندې د خاوند نه باید زموږ خاوند ښایسته واوسي هر څه یې باید منظم واوسي موږ نجونې بیا داسې فکر لرو بیا موږ تر اوسه دا مسابقې ترسره کړي نه خوارخوندای ما هم دوستای ما هم که هستن ما فقط که میشینیم همیشه در مورد از این فکر میکنیم که یعنی برنامه و پلانهای آینده خود اگرچه ای هم شاید جزی مهاشی کار ما باشه ولی تا حالی امی وقت تعیین نکردیم یک روز حتما امی کار یک روز بشینین سرش فکر کنین بسیار ساعت تانم دیر میشه دقیقا مهم هم که از بخاطر از این وقتی که شما زندگی مشترک را میخواین تشکیل بتین مطمئنن که یک آینده ای را باید از این امیال تصویر بکنین که این امی آینده ما با گذشته که ما تا به اینجا داشتیم چه از لحاظ شخصیتی بوده از لحاظ کاری بوده از لحاظ اجتماعی بوده جایگاهی بوده هر آن چیزی که بوده نه یا کلش زیر پرسش بره و به باد فنا بره و نه هم آینده ای را که تو بر خودت ترسیم کردی او از بین بره دقیقا خب آلی را بگوین که خواستگارایتان چند سال دیگه باید منتظر باشن بلا نمیفهم حداقل بگوین که منام درد خدا بفهمنم سر خدا بفهمن که چی کنن نه و حتما خودشان میفهمن که خواستگار شدن که چقدر منتظر باشن سیدان تاس منتظر او سینو خدای میره بند سوشال میدیا که اقل رسا تقیبه وی خدای میره بند خب اصل تاس رو بل گیم لوبو ده گیم نوم ده یو لدری و پا دی گیم که زی تاس ندری پختنی کهو ما خب زما هر پوښتنه درې آپشن لري درې جواب لري تاسو حق لري فقط یو آپشن یو انتخاب کړئ لومړی پوښتنه که په دغه درېو وزارتونو کې تاسو ته د ویاندوی وړاندیز وشي نو تاسو به کوم وزارت منئ کورنیو چارو وزارت د ښځو چارو وزارت لوړو زده کړو وزارت لوړ زدکړو وزارت دوهمه پوښتنه په ژوند کې درته څوک ډېر مهم دي خپل ځان دی کورنۍ دی
که خروال سایب خپل زن خپل زن من زنده جهان زنده دریم پوښتنه که څوک درته ډالۍ درکړي له دغو دریو به کوم یو تاسو منئ موبایل نغد پیسې که یو ښایسته موټر موبایل موبایل ولې نه پوهېږم دغه تخنیکي وسایل زما خوښېږي نو زه فکر کوم په دې دریو کې زه مجبوره وم چې همدغه پیسې وي مشکل نه ده مشکل نشته موټر هم هېڅ خبره نشته موټر هم درې واړه درې واړه خو بېخي ښه ده ښه حشمت جان څه دې وکړله خواړه چمتو ده بعد ښه صحیح ده اغلې رسا په فیفا کې چې کله ویاند یو هلته مو کار کوو درته ووایي چې هلته کار درته اسانه و او مسؤلیتونه دې لږ و که اوس چې دلته په ښاروالۍ کې کار کوي نه په فیفا کې زما مسؤلیتونه ډېر لږ و د هغه کار هم ډېر لږ و او یو بل شی چې زه باید ووایم هغه دی چې د مدني ټولنو او همدارنګې د رسنیو محیط او د بشري حقونو دغه حقوقونو دغه ټولنې چې دي ډېر متفاوت ده له دولتي محیط نه بیا دغه ښاروالۍ زما نوې دولتي دنده ده چې باید هم کارونو سره هم مسؤلیتونو سره هم موقف سره هم همدغه محیط سره باید اشنا وشم او دلته مې زما جنجالونه ډېر ده او زما مسؤلیتونه هم ډېر ده له سهار نه تر ماښام تر شپې پورې همدلته په کارونو مې بوخت یم ښه نو تاسو خو د پوهنتون استادي هم کړې ده د هغه وخت نه یوه خاطره یې راته ووایه چې هغه خاطره اوس هم ستا د یاده نه یې وتلې او کله هم چې هغه خاطره در په یادېږي په شونډو دې مسکا راځي در روز امتحان من هیچ وقت در صنف خود وقتی که امتحان میگیرم ممیز و هیئت و چیزها را نمیخوایم باشن یعنی من میخوایم به تنهایی امتحان را باید بگیرم چون یک کم سختگیری میکنم در روزانه من خیلی درس میتم که یعنی هیچ فکر نمی کنم بر ازی که محصلین است یا ما هستم یعنی میخوام خیلی دوستانه فضا باشم ولی زحمت هایی را که در جریان سمستر آدم میکشه حتما باید نتیجه شه در امتحان بگیره بعدش یکی از محصلین ما یک دو تا از محصلین ما بودن که اونا حداقل کارم میکردن در کار دولتی هم داشتن باز اونا درس نخوانده بودن در روز امتحان ما وقتی که عیات آمد و ممیز آمد من فقط امضا میکردم اونا خودشان میفهمیدن چون من قبلا رفته بودم با رئیس شریک کرده بودم که ما در روز امتحان خود نمیخوایم کسب باشه باز اینا که میخواستن بره بازم او محصل خیست گفت استاد خیر است ممیز باشه در چیز گفتم که نه ممیز نباشه گفت نیست سنفی هم نقل میکنه خیر است ممیز باشه یعنی اونا میخواستن که حداقل یک ممیز باشه که بتانن یکم از اونا نقل بگیرن و بسیار جالب بود که از ممیز میخواستن و ممیز بوده نمیتونست به خاطر اینکه من این پروتکل از قبل داشتم با اداره که اینا نباید حضور داشته باشن و هر بار که میومد هر کسی که داخل صف میومد چی از ممیز بود یا حیات بود زاری میکرد که استاد خیر از باشه اونا اگر شما میرین کار دارین مشکل نیست چون من اون وقت در فیفا بودم و یک مصاحبه داشتم با یکی از رسانه‌های دیگه که حتما باید اونجا میرسیدم اونا میگه استاد خیر از شما برین مشکل نیست به کارتون برسه ما نقل نمیکنیم همینجا امتحان میدید و این بسیار جالب بود یعنی دیدین خیرش ډیر جدی و اینو په خپل کار کې بله بله من در کار خود در کل جدیستم یعنی زندگی رسمی من با زندگی شخصی بسیار متفاوت است من در زندگی شخصی خود بسیار مهربان رفیقانه هستم ولی در زندگی رسمی خود در رسمیات باز نیستم به دلیل از اینکه من وقتی که زحمت میکشم دیگه هم مکلف هستن که زحمت بکشن و کار خود را انجام بدن حداقل هم معاشی را که ما میگیریم و مسئولیت وجدانی خودم که داریم باید ادا بکنیم دقیقاً ډیر زیات مننه او واقعا انسان باید همداسې واوسي هر څه وایي له خپل ځانه ځای لري ځای لري او نو خواړه هم تقریبا چمتو دي او زموږ خبرې هم تقریبا خلاص دي خلاص دي تقریبا مکمل نه تقریبا مکمل تقریبا دوستانو موږ ولاړ شو لنډې دمې ته بد دمې نه راګرځو خیر اغلا
لاس را ورسیدلو آخری برخی تا هشمه جان در تو چه خواره چمتو دی کنه؟ خواره چمتو در 100%. 100%؟ 100% بیغم باش. زبا یو دو خبری هم وکم او یو گیم با مولو و با دقیقه نبا خوار راوری. سیده سیده بو. اغلی رسا زمانگا پا طولنه که هر میرمنی تا هر انجلی تا کل شیزی یو طولنه که وزایی که ازان تا کار پیلوی اغا دیر سخت وی اغا پیل ورتا دیر سخت وی. ترا تا ووی چه پلومنی وروز که دی چه خپل کار پیلوی څه سختیانو سره مخامخ شوی او سختیان دي زیاتره د کورنۍ لخوا وي که د ټولنې لخوا؟ خوشبختانه ما با مشکلات خانوادگی هیچ وقت روبرو نبودیم و نشدیم. متاسفانه کمتر، البته ما کمتر با مشکل روبرو شدیم، ولی در این روزا کم زیادتر با مشکل روبرو هستم. قبلا با مشکلات اجتماعی مقدر روبرو نبودم، ولی آلی کم کم با اونا هم روبرو هستم. اما از لحاظ خانوادگی شکر خدا، البته خانواده داخلی ما که پدر و مادر و خواهر برادر است، از اینا ما هیچ وقتی با مشکل روبرو نشدیم. بر علاوه که روبرو نشدیم، مشکلات مرا اونا حلام کردن و همیشه به عنوان حامی در کنار ما ایستاد شدن. یعنی ما هر خواسته که داشتیم تا هنوز به او رسیدیم و حمایتش کردن. با کدام مشکل روبرو نشدیم، حتی اگر مشکلی هم بوده یا هم موردی هم بوده که او به عنوان مانع و یا محدودیت در برابر کار و خواست های ما بوده، ما با دلایل منطقی تانستیم قناعت بتومشان و تانستیم با اونم مبارزه منطقی و لفظی که با اونا داشتیم اونا قناعت بکنن و بگذارن که ما برای خودم و به چیزی که میخوایم برسم و ادامه بدم. خدا مهربان است. نو هر انجلی چیز مونږ پټول نه کې غواړي مخ کې لرشي، نو زه مطمئنم چې دغه مخ کې به ډیر داسې محدودیتونه راځي، ډیر خبرې به راځي، ډیر ستونزې به راځي. نو هغه ستونزې سره باید مقابله وکړي. کله چې مقابله نه کوي نو بیا په کور کې مجبور یم دا خبر ده کنه. تا سره به یو بل گیم ولوبو چې بعد دغه ډوډۍ هم راځي، ډوډۍ مونږ نه خلاصيږي. راځي اخیری ته راځي. تاسو مهرباني وکړئ دلته ودرېږئ. نخویش چلی دلتا باید ودرگی دیزی نباید تاسو نخو ولی چه زو گورم تاسو څنګه یستی پا نخویش تلو که نخویش تایی شی نیش ویش تایی کلا مخکار کرده کنا پرو سامی خونه دی کنی یا ترای اوکی نو دا باید داغت پا منسکی بس نو دوم رزای لره تاسو زرو چهار زی ولی دیرخه یا ربیا دیرخه ندن او خنه ده دیت نکردم خا خا نو یا رب زل آرشم یا رب از هم دغدغه خو ولم چیز تنگه ما د مقابله باز ما ساستر منش او او دادا او یاو تاسو نه بیا کوم ځکه چې تاسو هیڅکله ټرای کړی نه و. ما کله کله نه تر اوسه مې دا ګیم ټرای نه و کړی که نه. اغلی رسه دا راته ووایي چې تاسو مخکې وویل چې زما ګیمونه نه خوښېږي، خو بیا هم کله کله په کور کې داسې ګیم لوبوي که نه خویندو ورونو سره لږ لږ. خو دغه دغه لوبې شته دي چې فکر کوم کوم ګیمونه کوئ؟ لوډو، پبجي، شطرنج؟ لدو لدو شطرنج شطرنج او لدو لوډو. هغه لږ څه ښیي څلور نه همدغه زما خور او ورور زما په سر په زور باندې دا ګیمونه اجرا کوي. ښه زمونږ کور کې مې همداسې ده، څوک چې دغه ګیم په رضا ونه کړي بیا به په زور راشي. شطرنج مې خوښېږي، هغه زما په زړه باندې کوم لوبې کوم، خو دغه لدو زما خور او ورور زما په سر باندې په زور کوي. خیر دا خبرې به راځي. یو ګیم دوه ګیم خو به اجباري او یو ګیم خیر. زه به دا وایستمه ډوډۍ ته راوړه. شپه ډوډۍ به زه راوړم. قاپ کې کېږده دا هم ډوډۍ او هاشمه جان دا هم وچه ډوډۍ. موږ افغانانو خو دا عادت دی چې وچه ډوډۍ هم نه خورو. بیا وریجې سره زه وچه ډوډۍ نه خورم. نشایسته چلاو او د دې سره دال دا د خوښېږي که نه؟ خوخیگی زما خوخیگی دغه دال او وریجې دواله یو ځای سره چوي زما خوخیگی، خو جلا جلا دغه دال منه خوخیگی وریجې سره می خوخیگی. ډیر ډیر سې زړه نظر دی ویل نو خدای خبر موږ پکې څه وایو. نور په خوړو کې داسې څه خوخیگی ډوډۍ کې؟ ډوډۍ کې وریجې زما خوخیگی. ها
بیا وینگز چکن وینگز نو تاسو کولی شئ ډوډۍ خوند وګورئ او لیدونکو ته ووایئ دال چلاو څنګه چمتو شوی تاسو نوش جان کې خیر مونږه بعد دې چې خدای پامانی وکړي بیا په صحیح ورته منظمه کینو پلترې وکړو کینو ډوډۍ وخورو همدا څنګه ناشمه جان بسر کې بسر کې بیا چې کله چې خبرونه خلاص شي دیګه ځان سره وړي دیګ چار چې وو نو ځان سره وړي که پاتې وي خو خوري که پاتې نه وي خوري ما دیګ نو په نصیب سره دلای اغل رسا بسیار مزدار بود تشکر فقط کم برنج شخ آمد ولی بسیار مزدار بود نوش جان یکی که من بسیار گشنه هستم چای صبحم نخورده بودم به خاطر مزدار است برنامه خلاص شد من میخورم نوش جان طول یوزای بیا پورت کین بله ان شاء الله هاشم جان ډیر زیات مننه خیر یوسی بسر کې خو ما تا وی مات لی شراب است که ولی چی تانه من نم من نم وقت تا ولی کی اینی خوش وی خوش وی اصلا مشکل خبر نیم استانه من نم بیا ارمان پات کیگی ما ولی نمون زمان تو باس نو دست خونه کیگی ولی ما دا دای وقت کی سمیرا چی وا دا شر ولی واین دنوا خا بیا یو وقت کی ووتل ما خیت تیردو داد وار ما دایو بیا می اگر تا کباب پولی دو کنه ما ارزه چې د کباب وخورو بیا زه تاسو غلې بیا په زړه کې ارمان پات شو بیا کباب ونه خوړو ولا هو بیا زه یو مشکل هغه زه تاسو داسې کارونه کوي بسر کې ته زه ام بسر کې سره زه ښار ته چګر وخې مونږ ته نه وایې نو داسې خونه کې خیر د اوس بد دال خورې ان شاء الله کباب مونږ خور دال بیا زه یو خورو دی صحیح بسر کې او بیخي په دوار سترګو بیا هم مننه 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 تنه مننه اغل رسا ډیر زیاته مننه چې پروگرام تر اغلې او هیله ده چې زمونږ دا پروگرام ساس پرون کې خاطر پات شي ان شاء الله له تاسو نه همچنان مننه له هاشمت جان څخه او هم درنګ له بترکینه بسترکی بسترکی سوزکای او هم درنګ تاسو له لیدونکو نه هم ډیر مننه ډیر زیاته خبر نه مو قربان ډیر مننه درنو لیدونکو له تاسو نه هم نړۍ مننه چې تر دې دمه زمونږ سره وی او زمونږ پروگرام مو ولید که بیا مو هم زمونږ پروگرام نه لیدلې یوټیوب ته سر ورکاره کې ته زمونږ ټول خبرونه شریکول شي حالت زمونږ پروگرام وګوري او هم د سپ فیسبوک کې هم کولای شي د سپګمې پیج لایک کې یالتا زمونږ د خبرونو په اړه نظر یاټرا کې خپل او د دې سره کولای شي زمونږ د خبرونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او انستګرام کې د شمشاد نړیوال پیج فالو کړئ خپل نظر زمونږ سره شریک کړئ تر بل خبرونه چې بیا هم زه فرشته ال میډیا او بل مل مسر اساس په چوپړ کې حاضرې کوم تاسو لوي الله سپار لا لیدلمو مننه